بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. نیوزیک. سناتور لینزی گراهام عضو ارشد سنای آمریکا گفت آمریکا باید پایگاه‌های رژیم ایران را هدف قرار دهد. اگر واقعا می‌خواهید از سربازان آمریکایی محافظت کنید، با آیت الله بگویید که اگر از طریق نیروهای نیابتی به یک سرباز حمله کنید، ما به دنبال شما می‌آییم. سایت خبرگزاری فرانسه. گراند شاپس وزیر دفاع انگلستان روز دوشنبه گفت بریتانیا آمادگی دارد علیه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن که بارها به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله کردند اقدام مستقیم انجام دهد. اکسپرس انگلستان هشدار نهایی به حوثی‌ها. گراند شاپس وزیر دفاع و همتای آمریکایی لوید آستین امروز هشدار نهایی را به شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران در واشنگتن خواهند داد. فرماندهان نظامی می‌خواهند رویکرد تهاجمی‌تری را برای کمک به حفاظت از یکی از شلوغ‌ترین خطوط حمل و نقل جهان اتخاذ کنند. MSN News. این پیام‌های متناقض و این واقعیت که ما به ایران اجازه دادیم خود را غنی کند و حماس و حزب الله و حوثی‌ها را با سلاح‌های مورد نیاز آنها دوباره تسلیح کنند که این وضعیت را ایجاد کرده است. ما باید تحریم‌های اقتصادی را فوراً بازگردانیم. ما باید یک پیام دیپلماتیک روشن ارسال کنیم. وال استریت ژورنال. از بین بردن قایق‌های حوثی‌ها. نیروی دریای آمریکا در اوایل روز یکشنبه 3 قایق حامل شورشیان حوثی طرفدار ایران را بعد از آنکه به یک کشتی باربری دانمارکی حمله کردند نابود ساخت.